سلام فریکی، خوش اومدی به چالش 24 ساعت حبس شدن توی این اتاق. اصلا شوخی نمی کنم، کاملا جدیم، در حد ریشایی که زدمشون جدیم. قرار کل این 24 ساعت رو اینجا بمونم، جا نمیزنم، کم نمیارم، بیرون هم نمیرم، کل زمان داخلم. شاید بگین آرمان خب دستشویی تو میخوای چیکار کنی؟ نگران نباشین، چون پشت سرم اونجای دستشوییه. لوکچری ترین چیزی که من تو زندگیم دارم یه دستشویی تو اتاقمه که واقعا خفنه. مسئله دومی که پیش میاد غذاه که نگرانش نباشین، کلی فکر براش کردم و فردا بهتون نشون میدم چه غذای خفنی میخوام تو اتاق خودم برای خودم درست کنم. برای سوم اینه که خب حوصله‌ام سر میره، چه غلطی میکنم که اونم خواهید دید. کلی برنامه شاد و مفرح و سرگرم کننده دارم برای اینجا که تو اتاقم همچین کار کنم که حوصله‌ام سر نره. همونطور که مشاهده میکنید ساعت 12:01 روز 18 سپتامبر و الان وقتشی که در اتاق روی خودم ببندم. دوباره مشاهده کنید ساعت 12:03 18 سپتامبر. علی اسف نگهبان زندان منه. داداش بیا این کلیدو بگیر. بچه این کلید در اتاق منه. به کارهای بعدم فکر کن. چالش 24 ساعت شروع میشه. بای بای. مراقبه. اسم کارم نفسم داره برمیاد. حس میکنم نفسم داره بند میاد. من اینجا حبس شدم. شوخی کردم داداش، اینجا نفس تنگی نداریم، 24 ساعت توی این اتاق حبسیم به مادر. در این لحظه که ساعت 12:05 است بنده باید موهامو خوش کنم، چون تازه از حمام اومدم و وقت نشد موهامو خوش کنم و اولین فعالیت جذاب و شاد و منفرحی که میخوام انجام بدم یکم خوندن کتابه، چون یه 2 ساعتی تا زمان حدودی خوابم فاصله داریم و کتاب خوندن فعالیت بسیار مفیدیه دوستان. بنده بسیار انتلکتم اصلا، ولی نه راستشو بخواین چند ماهی بود کتاب نخونده بودم حقیقتا، خیلی فاصله گرفته بودم از جبه کتاب، ولی چند روزی دوباره شروع کردم و دوباره میخوام فاخر شم. این انرژی هم که دارم در اثر فشار 24 ساعت توی اتاق بودنه. همینطور که بهش فکر میکنم واقعا چیز دارکیه. من قراره یه روز از این فضا خارج نشم، خیلی سخته. من برام موهام سشوا کنم. همینک ساعت 12:12 است و من میخوام بپردازم به خوندن کتاب The Art of Not Giving Up، چون من آدمی هم که خیلی اوورثینک و افکار بیش از حد توی مغزم دارم. بهم این کتاب رو توصیه کردن، گفتن که کمک میکنه که از شر این فکرهای کم راحت شی، کم ریلکس کنی، چیل و این داستانا. و کتابیه که بعد مدت‌ها شروع کردم به خوندنش. میخوام ببینم که چی قراره بهم یاد بده. اگه چیز مفیدی بهم یاد داد به شما هم میگم. خب بچه ببینید، این کتاب توی این 2 فصلی که من خوندم میخواد راجع به این صحبت کنه که بعد یکم شل بگیریم، بعد وا بدین و مهمتر از اون اتفاقات رو هم اون جوری که هستن بپذیرین. اگه یه اتفاق بد و ناراحت کننده براتون میفته به این فکر نکنید که وای چقدر بد شد، یه اتفاق بد برام افتاد، من بدبخت شدم، بیچاره شدم. نه، این اتفاقای بد برای همه توی زندگی میفته به شکلهای مختلف و کسی برنده است که اتفاق بدو فقط بپذیره، بگه اوکی یه اتفاق بد افتاد، خب چیکارش کنم، میرم واسه حرکتای بعدی، میرم واسه قدمای بعدی و هر چی که به خودتون بیشتر سخت بگیرین بیشتر سخت میگذره. پس وا بدین، شل بگیرین، به پشمتون بگیرین اتفاقات بد و کلن این اتفاقاتی که ذهنتون رو به خودشون درگیر میکنن و ازش رد شین. هر موقع که بتونین این اتفاقات بد رو بپذیرین اونجای برنده واقعی هستین. خب در این لحظه بنده قصد دارم که یه فیلم ببینم، چون هنوز تا ساعت خوابم وقت دارم و کار خاصی ندارم انجام بدم. پس میخوام یه اپیزود از کارتون مورد علاقه هم سولار اپوزیتس ببینم. فصل آخرش اومده و من فقط یه قسمتشو دیدم و این خیلی خوبه، چون کلی قسمت برای دیدن هست. دیدی چقدر حس خوبیه وقتی یه فصل سریال مورد علاقه میاد به تو کلشو هنوز داری که ببینی؟ خیلی حس خوبیه، من عاشق این حسم، فوق العاده است. ببینیم بچه، ساعت 1:34 است و من یه اپیزود سریال دیدم. الان دیگه عوض کردم بخوابم، احتمالاً یکمی توی تیک تاک میچرخم و میخوابم. برای اینکه خیالتون راحت باشه من تا صبح قرار نیست از اتاق بیرون برم و صبح که بیدار میشم هم همینجام، قراره یه تایم لپس تو کل شب داشته باشیم و خوابیدن منو قراره تماشا کنید. امیدوارم که از خوابیدنم خوشتون بیاد. در صبح میبینمتون. Let's go. خب دوستان، خوش اومدین به 1:30 از شب آرمان که داره میخوابه. 8 ساعت کل این ویدیو ولی خلاصه شده توی 1:30. خیلی جالب این قضیه تایم لپس. بله، من رو در خواب مشاهده میکنید که خیلی ملو نشستم واسه خودم، همینجوری دارم خوابای رنگی پنگی میبینم که البته پیچ خوابی از دیشب یادم نمیاد. حقیقتی که وجود داره اینه که آدم ها تو طول شبشون هر 1.5 ساعت یک سیکل خواب رو رد میکنن و یه بار خواب میبینن
ولی خب معمولا تو صبح که بیدار میشن شاید معمولا یه خواب یا دو خواب از اونا رو یادشون بیاد، اینجا آفتاب اومده بالا و بالاخره صبح شده و این قسمتشو خیلی دوست دارم چون یه رنگ و یک الوان از نور آروم از بالای تخت شروع میکنه به حرکت کردن، میاد پایین، میاد پایین، روی بالشت قرار میگیره، آروم آروم حرکت میکنه و میاد میزنه توی صورت من تا خوابم رو سبک کنه و کم کم مجبور شم بیدار شم. اینجا دیگه کم کم تایم بیداریمه، نور خیلی اذیتم کرده و میچرخیم و یوهو بلوب 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 بیدار میشم. های سلام بابر، صبحتون بخیر، امیدوارم که از تماشای من در خواب لذت برده باشین. حقیقتا دیشب خوب خوابیدم، راضیم از کیفیت خوابم. بعدش هم بیدار شدم و رفتم دستشویی و الان میخوام صبحونه بخورم. من معمولا صبح قهوه میخورم ولی چون قهوه رو نمیتونم اینجا درست کنم، بجاش ردبول دارم و ردبولم هم سرد سرده چون اونجا یه دونه از این یخچال یا چی بهش میگن، نمیگه یخچال، اینه این که مثل یه محفظه است و سرما رو تو خودش نگه میداره و میذاری توش، از اونا تو اونا بود و الان این خنک خنکه و اوه آره خلاصه فعلا اینو بخوریم تا ببینیم بعدش چه خبره. یکم داره با مزه خمیر دندونم قاطی میشه و جذاب نیست. خب دوستان، ساعت 11 و 12 دقیقه است و اولین فعالیت صبحگاهی قرار رو بریم سراغش چیزی نیست جز ورزش کردن. ورزش خیلی چیز مهمیه، در طول روز اهمیت داره، اصلا کلن مقوله ورزش برای سلامت اندام و تناسب شما خیلی مهمه. من خودم به شخص آدم باشگاوروی خیلی نیستم، بعضی وقتا میرم ولی اصلا محیطش رو دوست ندارم. میری یه جا یه دستگاه میاری ایش 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 میزنی، اصلا حال نمی کنم خیلی باش. ولی یه برنامه هست به اسم هوم ورک برای گوشیه و یه سری حرکت های ورزشی رو برای خونه میگه که بدون نیاز به هیچ دستگاهیه و اونا رو انجام میدین، یه تناسبی میگینین توی خونه تونین، یه موزیکی میذارین و این چیزا چیز جوابیه. و بعد اون میخوام یه حرکت ژیمناستیکم یاد بگیرم، اینکه روی دستام وایسم. هیچ وقت از بچگی بلدش نبودم ولی امروز میخوام تلاش کنم یاد بگیرم، ببینم چقدرشو میتونم یاد بگیرم. بریم. من یه ویدیو یوتیوب دیدم در راستای این که چجوری روی دستامون بیستیم یا اصطلاحاً هندستند بزنیم و گفت که اولش باید بدنتون یکم حرکات کششی روش انجام بدین که یکم حالت آماده برسه، ولی اگه حوصله ندارین کل بدنتون رو گرم کنین، گرم کردن مچتون خیلی مهمه و بعد مچتون رو حتما گرم کنین. خیلی شعالی میده، خیلی جالبه ورزش کردن با اینکه خستت میکنه بهت انرژی میده، نمیدونم چه حکمتی پشتشه ولی هرچی از چیز جوابیه. اولین دختری که اولین حرکتی که دختره گفت برای تمرین کردن هندستند اینه که دستاتون رو و بدنتون رو به این حالت در بیارین، بعد بیاین اینجوری کنید، سعی کنید روی یه پاتون به حالت تعادل بمونید. از اون چیزی که دختر توی ویدیو انجام میداد سخت‌تره، کار سختیه. بعد از اینکه تونستیم به یه تعادل نسبی برسیم توی این حرکت، وقتشه که حرکت رو ببریم جلوتر و دستاتون رو برسیم روی زمین و پای بالاتون رو ببریم کامل صاف کنیم. من در راستای حفظ اسمتم تیشرت هم میدم توی شلوار. خب آقا من فکر کنم خیلی به پام فشار رو بردم، عضلاتش آمادگی این همه کشش رو نداشته. اینجوریه که
آه اوجی دختره چه کششی داشت بدنش. آه نمیتونم. دختره پاشو میورد اینجوری اوی صاف میکرد به بالا. آه بابا من بدنم آمادگی این کار نداره. میخوام براتون یه راست برم سراغ هندستند روی دیوار و تلاش کنم یه حرکتو بزنم، با اینکه قشنگ حس میکنم نباید این کارو بکنم چون پاهام اصلا خالی کرده. آقا بدن من این کاره نیست. آره خلاصه همونطور که دیدین من در زدن هندستند واقعا ضعیفم و بدنم کشش انجام همچین کارهایی رو نداره. باید بیشتر به کشش و کلن تناسب اندامم برسم، شاید در آینده بتونم این کار انجام بدم. روزهای بعد ویدیوهای بعد میتونیم شاهدش باشیم که من موفق میشم یا نه، ولی امروز اصلا بدنم ارور میده کلن یه حرکت رو بزنم. حرکت بعدی که امروز میخوایم بزنیم آب دادن به گلدونای عزیزمه. این دوتا گلدونی که مشاهده میکنی نخل مرداب هستن. اینم یه گیاهیه که من یه بار تلاش کردم از کله یه کاهو، کله بهش میگن مغز کاهو، کلا اون قسمت اصلی تنه کاهو رو توی آب گذاشتم و ریشه‌اش در اومد. بعد سعی کردم منتقلش کنم توی این، آها این کاهو نیست، این کرفسه، اینون کرفسه است. بعد سعی کردم منتقلش کنم توی خاک که رشد کنه، ولی کار نکرد. یعنی توی آب رشد میکرد ولی وقتی گذاشتمش تو خاک متوقف شد. این یکی یه گیاه به شدت گوگولی منگولیه که دایم بهم داد. البته این دوتا و این و این دوتا هم دایم بهم داد. بعد اینی که اینجا مشاهده میکنید یه دونه از قطعه های این بود که متاسفانه در اومد و بعد سعی کردم جدا بذارمش کاشته شه، ولی رشد نمیکنه، یعنی تو همین سایز مونده و فقط زندگی میکنه. ای انگار کنارش رشد کرده. حاجی از کنارش زده بیرون. بچه ها بالاخره در اومد. چند ماهه که این گذاشته اینجا و رشد نمیکنه، ولی الان انگار نمیدونم از ریشه این تنه اصلی یا از هر چی که هست اینا رشد کرده. بی نهایت خوشحالم از این اتفاق. خب فعالیت آبیاری به گلهامون در صبح هم تموم شد. حالا من میخوام این ویدیوهایی که با این دوربین و اون دوربین گرفتم و بریزم روی لپتاپ، چون تا آخر شب خیلی ویدیو خواهد بود و نمیخوام قرواتی شه. اینا رو میریزم توی لپتاپ و بعدش میریم سراغ آماده کردن نهار. خب دوستان ساعت تقریبا 2 ظهر، 14 ساعته که من توی این اتاق حبس شدم. حقیقتش رو بخواین دوست داشتم یه لحظه برم بیرون که یه چرخی تو خونه فقط بزنم، ولی اگه این کار میکردم واقعا وجدانم راحت نبود که بخوام بگم داداش من 24 ساعت تو اتاق موندم، به خاطر همین نرفتم. فکر کنم علت اینکه این 14 ساعت راحت گذشت اینه که 2 ساعتش تو شب بود، بعدش بیدار شدم 8 ساعتش رو کلا خواب بودم. میدونی راحت گذشت، ولی از الان تا آخر شب 10 ساعته و این 10 ساعت میتونه یکم اذیت کننده باشه. وقت درست کردن ناهاره. ناهاری که بنده امروز میخوام براتون درست کنم یک غذاییه که شاید خیلیاتون اسمشو نشیده باشین و نخورده باشین و به نظرتون عجیب غریب بیاد، ولی خیلی چیز خفنیه. من وقتی بچه بودم دور خونمون خیلی ساختمون در حال ساخته شدن بود و من توی کوچه که بازی میکردم کلا علاقه داشتم برم سر این ساختمونا ببینم چی کار میکنن، چی درست میکنن و غیر وزاری و اینجور داستانا. و اینجوری شد که من با کارگر یه سری از اون ساخت اونا دوست شدم و حتی بعضی وقتا برای نهار میرفتم پیششون و غذایی که اون کارگرای زحمتکش عزیز بعضی وقتا میخوردم برای نهار غذایی بود به اسم تون ماهی لوبیا. به همین راحتیه که به نظر میاد، فقط تون ماهی و لوبیا رو میزین تو هم بجوشه تموم. بعضیا تون ماهی رو برای آماده کردن میجوشونن توی آب، ولی من معمولا سرخش میکنم. تا حالا هم خدا رو شکر مشکلی پیش نیومده و فکر نکنم بیاد، چون دقیقاً همون گرمایی که آب جوش میتونه بهش بده به میزان بیشتری در اثر سرخ شدن بهش وارد میشه و اون باکتریایی که باید توش بمیرن میمیرن. و نگران نباشین، من تو طول زندگیم کلی تون ماهی خوردم و همشون هم سرخ کردم، هیچ وقت مشکلی پیش نیومده. کاری که من برای درست کردن این غذا میکنم اینه که نصف یه دونه لوبیا رو با یه دونه تون ماهی ترکیب میکنم، اندازه یک نفر غذاش
و خیلی خوشمزه است. لوبیامون که از قبل نصفشو برای یه تن ماهی لوبیای دیگه آماده کرده بودم ریختم توی ظرف، تن ماهی رو هم باز میکنیم و میریزیم توی ظرف. همین دوستان، از الان به بعد فقط کافیه همش بزنید تا وقتی که خوب پخته شه. من متاسفانه یادم رفت آب لیمو بیارم با خودم دیشب و خیلی الان دوست دارم برم از توی یخچال آب لیمو بیارم، ولی این کارو نمیکنم و تن ماهی لوبیا رو بدون آب لیمو میخورم. ولی شما اگه خواسته این غذا رو درست کنین حتما آب لیمو بزنین، چون موی بونیتو دلیسیوسو. زیرش رو روشن میکنیم، برای یه حرارت ملایم میذاریم تا بپزه. دوستان برای پخت این غذا حتما از حرارت ملایم استفاده کنیم، چون حرارت زیاد باعث سوختنش میشه. خب دوستان، غذای من آماده است. این غذا رو میتونیم با نون بخوریم یا خالی، ولی خب با نون سیر میشین و خیلی غذای لذیذیه. یه ربه آماده میشه و فکر کنم مقدم هم باشه، چون ماهی به اضافه لوبیا دیگه، آب لیمو هم بزنیم که دیگه. من برم غذامو بخورم ببینم بعدش بخوام چیکار کنم. خب فریکی، همین لحظه آلارم ساعت 5:30 عصر من به صدا در اومد. حدودا 3 ساعت از ویدیو قبلی میگذره و من تو این 3 ساعت و نیم بیرون نرفتم. شاید احتمال بدین که رفتم وقتی دوربین خاموش بوده، ولی نرفتم، چون اگه برم دیگه چالش نیست، دروغه و اصلا به خودم حال نمیده. یادم رفت این دوربینو بذارم که تایم لپس بگیره از بودن من توی اتاق، ولی باور کنید بودم. اصلا دوست ندارم یه همچین چالشی رو با دروغ جلو ببرم، چون این جذابیتی نداره. تو این مدتی که نبودم یه نقاشی شروع کردم، یه جورایی یه آدمی که اینجوریه بعد از سرش یه سری تراوشات اومده بیرون که الان فقط تراوشاتشو کشیدم. خود آدمه و کل پروژه روی هواه در حال حاضر. جدا از این، بازی آرسنال رو یکم دیدم با برندفورد. شاید بگین این که اصلا فوتبال جذابی نیست، ولی خب از بیکاری جذابتر بود. یه اپیزود دیگه هم سولار اپوزیتس دیدم، سریال خیلی باحال و سرگرم کننده. یکم تمش شبیه ریکم مورتیه، ولی داستانش کاملا متفاوته و اگه ریکم مورتی و تم انیمیشنش رو دوست دارین، توصیه میکنم اینم حتما ببینی، خیلی باحاله. یه کار دیگه هم کردم، چیل کردم. حس میکنم کاری جز این نکردم، چیل کردم و در مجازی چرخیدم، همین. اما الان وقت خوردن یه عصرونه خوشمزه است، چون گشنم شده دوباره و میوه‌هایی که خوردم هم جواب نداد برای سیر کردنم، پس میخوام یه عصرونه خفن درست کنم. لازم نیست از اتاق بیرون برم، چون فکر اینجاشو کرده بودم و آماده این واسه عصرونه. لیتس گو. سلام مجدد فریکی، خوش اومدی به عصرونه فریکی. من این عصرونه که یه جورای ابداع خودم هستش رو یه چند سالیه میخورم، چند سال که یعنی 2 سال، و باید بگم که واقعا چیز بکاریه. میدونی در اون لحظه ای که نمیدونی چی بخوری، یه چیزی بخوری که هیچ خورده باشی، این اصلا موی بونیتو ده پرفکتو، در البته ده انگلیسی پرفکتو اسپانیایی، ولی خب با هم باز به کار میان. برای این ساندویچ بنده از یه سس ایتالیایی استفاده میکنم که سسیه که خیلی مزه نداره، ولی یه عطری با خودش داره. من این سس رو میذارم روی نون همینجوری که همچین عطر سس به خورد نون بره. بعدش از این پنیرهای ورقه‌ای گدا میذارم روش و برای گوجه سب کن، گوجمون رو اسلایس میکنیم. سس مایوفل روی این ترکیب فوق‌العاده میشه که نداشتیم، به خاطر همین نیاوردم. 3 عدد پر گوجه هم میذاریم اینجا و بعدش کاهو. من معمولا به جای کاهو از سبزی استفاده میکنم، ولی سبزی ندارم، پس کاهو میذاریم ببینیم با کاهو چطور میشه. نه باید خیلی بد شه. پرسش میکنیم و نونش خیلی تازه نیست، اگه نون تازه بود بهتر میشد. یه اسلایس دیگه پنیر باید بذاریم روش. دست خوش، این شده اصل جنس. م?
چیز جوابیه. اگه آدم سس خوری هستین با سس اینو بخورین خیلی خوب میشه. سس مایو فل بهترین سسی بودی که من رو این ترکیب امتحان کردم، ولی بقیه سس ها هم بکارن. الان من اون دوربین رو کار میذارم تا ازم تایم لپس بگیره و مطمئن باشین که من بیرون نمیرم از اتاق. اسرونم رو میل میکنم، یکم دیگه شاید کتاب بخونم و بعدش قراره بریم سراغ یه فشن شو. میخوام با هر لباس چرت و پرتی که تو کمدم دارم یه فشن شو مشتی را بندازم. پس خب دوستان، من دوباره برگشتم اینجا. منم مشاهده میکنین در حال خوردن این ساندویچ های خوشمزه و خفن مفنی که بهتون یاد دادم چجوری بخورینش، یعنی درستش کنین. بعدش هم دارم این کتابی که دیشب خوندم و دوباره میخونم. کتاب خیلی خوبیه، اگه افکار شما هم ذهنتون رو خیلی اذیت میکنه این کتاب میتونه بهتون کمک کنه. بعد اینجا خیلی ملو خوابم میبره یه پارت و یهو بیدار میشم میفهمم که بالشت میخوام، دوباره میخوابم، بعد یکی زنگ میزنه، بعد میرم تو تیک تاک کلی میچرخم، همینجوری وقتمو هدر میدم. بعدش آفتاب میره و شب میشه، بعد من دوباره یکم تو تیک تاک و اینا میچرخم، چرت مرت میزنم اون وسطش، کلا استراحت های بسیار میکنم. بعدش میام و دوباره توی تیک تاک میچرخم، چقدر تو تیک تاک چرخیدم من اینجا. و بعدش میرم سراغ یاد گرفتن اسپانیایی با برنامه دولینگو که خیلی برنامه خوبیه برای یاد گرفتن زبانهای جدید. بهتون توصیه میکنم ازش استفاده کنید و زبانهای جدید رو یاد بگیرین، توی زندگی قطعا بهتون کمک میکنه. خب برای بچه همونطور که تماشا کردیم، من کل این مدت عصر تا شب رو توی اتاقم بودم. ساعت الان حدودا 8:30 و من یه 3 ساعتی در حال چیل کردن، خوردن این ساندویچایی که درست کردم، خوندن کتاب، خوابیدن و یادگیری زبان اسپانیایی بودم. شاید جالب باشه براتون که بگم که من 154 روز دارم اسپانیایی یاد میگیرم با برنامه دوولینگو. عید که گذشت برای خودم یه هدف گذاشتم، گفتم من امسال میخوام یه زبان جدید یاد بگیرم، دیگه خسته شدم از انگلیسی، همش انگلیسی، وقتی یه چیز جدیده. رفتم سراغ اسپانیایی چون به فرهنگ اسپانیا علاقه دارم و الان 154 روزه که اسپانیایی یاد میگیرم و اینطورم براتون یه دو سه تا جمله سرهم کنم. مثلا تو استاس موی بونیتو با ماماسیتا، یعنی تو خیلی خوشگلی جیگر. آره خلاصه زبان خیلی خوبیه. امروز فهمیدم یه کلمه رو یادم رفته بود، کلمه دورمیر به معنی خوابیدن، دورمیر. ولی خب الان وقت خواب نیستش، یا الان وقت فسنیو دو سودو، نمیدونم فشن شو به انگلیسی چی میشه، اما وقت فشن شوه. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. خب برای بچه اینم از فشن شویی که بهتون گفته بودم. سعی کردم لباسای خلاقانه و تیپای خفن بزنم، تیپایی که تا حالا هیچ جای دیگه اصلا فکرش هم نمی‌کنی، اصلا انتظار نداری که یه همچین چیزی با یه همچین چیز ترکیب شه، اصلا بشه یه همچین چیز خفنی. فقط آرمان میتونم چیز خفنی درست کنه. آره خلاصه الانم من دوباره گشتم شده، نمیدونم چرا امروز انقدر گشتم میشه، واقعا در حال عادی انقدر گشتم نمیشه، ولی خب امروز شده و میخوایم بریم برای آماده کردن شام. من باز اومدم دوباره، اینجا دارم نودل خارجی یام یام رو درست میکنم. واقعا اصلا به مزاق ایرانی پسند من نمیخورد و اصلا چیز بی خودی بود کلن. و آره آماده شد، رفتیم، ما اومدیم. بای. خب برای بچه من شامم خوردم، یه نودل فکر کنم کره‌ای نبود، انگار انگلیسی بود، نمیدونم هر چی بود، به مزاق من خیلی خوش نیومد. یکی دو بار از این نودلای کره‌ای و غیر ایرانی تست کردم ببینم خوبن خوب نیستن، ولی واقعا هیچ کدومشون نودل ایرانی نمیشه، یه مزه ایرانی پسند درست حسابی داره. ولی یکی از دوستان بهم گفت که برای درست کردن نودل آب خیلی کم بریز که اون آبش یه جورایی تبدیل به سس بشه و خوشمزه میشه، و من برای این یکی این کارو انجام دادم و خیلی خوب شد. توصیه میکنم برای درست کردن نودلاتون آب کمی بریزین. الان ساعت 22:22 است و 1:40 دیگه مونده. من کار خاصی برای انجام دادن ندارم، میخوام فقط وقت بگذرونم تا ساعت 12 بشه و بتونم در باز کنم و برم. پس توی
دو سه. خب برابر ساعت 23:59:40 است. تا 20 ثانیه دیگه چالش تموم میشه و من 24 ساعتی که توی این اتاق بودم، توی این 24 ساعت حتی یه بارم از اتاق بیرون نرفتم. تجربه جالبی بود، خیلی سخت نبود با توجه به اینکه هم دستشویی بود، هم غذا رو من اندازه کافی آورده بودم، هم وسایل سرگرم کننده و اندازه کافی بود، خیلی اذیت نشدم. شاید یه بار دیگه این چالش رو بریم و خیلی سخت‌ترش کنیم، نمیدونم. اما در حال حاضر چالش‌های خفن‌تری داریم برای انجام دادن و چالش بعدی قرار 24 ساعت بستن دستان با دستبند باشه. مرسی که تا اینجا این ویدیو رو تماشا کردین. فکر کنم ساعت دیگه 12 شب شده باشه و چالش علناً تمومه. علی اسف بدون داداشم آزادی خونه برایش. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو رو تماشا کردین. لایک تو کامنت تو سابسکرایب انگلیسی یادتون نره. دوستتون دارم. زیاد زمان زمان خودتون بچه فتا یه ویدیوی دیگه فریکی بمونید.